به نام خداوند رحمتگر مهربان. منزه است آن خدایی که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا که پیرامون آن را برکت داده این سیر داد تا از نشانهای خود به او بنمایانی که او همان شنوای بیناست. و کتاب آسمانی را به موسی دادیم و آن را برای فرزندان اسرائیل رهنمودی گردانیدیم که زنهار غیر از من کارسازی مگیرید. ای فرزندان کسانی که آنان را در کشتی بانو برداشتیم، راستی که او بنده ای سپاسگزار بود. و در کتاب آسمانیشان به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعاً دوبار در زمین فساد خواهید کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خواست. پس آنگاه که وعده تحقق نخستین آن دو فرا رسد، بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم تا میان خانه هایتان برای قتل و غارت شما به جستجو درآیند و این تهدید تحقق یافتنی است. پس از چندی دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و تعداد نفرات شما را بیشتر می گردانیم. اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد نموده اید. و چون تهدید آخر فرا رسد بیایند تا شما را اندوهگین کنند و در معبدتان چنان که بار اول داخل شدند به زور درآیند و بر هر چه دست یافتند یکسره آن را نابود کنند. امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند، ولی اگر به گناه بازگردید ما نیز به کیفر شما باز می‌گردیم و دوزخ را برای کافران زندان قرار دادیم. قطعاً این قرآن به آیینی که خود پایدارتر است راه می‌نماید و به آن مؤمنانی که کارهای شایسته می‌کنند مژده می‌دهد که پاداشی بزرگ برایشان خواهد بود. و اینکه برای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند عذابی پردرد آماده کرده ایم. و انسان همان گونه که خیر را فرا می خواند پیش آمد بد را می خواند و انسان همواره شتاب زده است. و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم، نشانه شب را تیرگون و نشانه روز را روشنی بخش گردانیدیم تا در آن فضلی از پروردگارتان بجویید و تا شماره سالها و حساب عمرها و رویدادها را بدانید و هر چیزی را به روشنی باز نمودیم و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای او نامه‌ای که آن را گشاده می‌بیند بیرون می‌آوریم. نامت را بخوان، کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی. هر کس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده و هر کس بیراه رفته تنها به زیان خود بیراه رفته است و هیچ بردارنده‌ای بار گناه دیگری را بر نمی دارد و ما تا پیامبری بر نینگیزیم به عذاب نمی پردازیم. و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را یکسره زیر و زبر کنیم.
و چه بسیار نسل‌ها را که ما پس از نوح به هلاکت رساندیم و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست. هر کس خواهان دنیای زود گذر است، به زودی هر که را خواهیم نصیبی از آن می دهیم. آنگاه جهنم را که در آن خار و رانده داخل خواهد شد، برای او مقرر می داریم. و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تلاش آنها مورد حق شناسی واقع خواهد شد. هر دو دسته اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشیم و عطای پروردگارت از کسی منع نشده است. ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری دادیم و قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است. معبود دیگری با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینی. و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به سال خوردگی رسیدند، به آنها حتی اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو. و سر مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنان که مرا در خردی پروردند. پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه تر است. اگر شایسته باشید، قطعاً او آمرزنده توبه کنندگان است. و حق خیشاوند را به او بده و مستمند و در راه مانده را دستگیری کن و ولخرجی و اسراف مکن. چرا که اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. و اگر به امید رحمتی که از پروردگارت جویای آنی از ایشان روی می‌گردانی، پس با آنان سخنی نرم بگو و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاد دستی منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی. بیگمان پروردگار تو برای هر که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می‌گرداند. در حقیقت او به حال بندگانش آگاه بیناست. و از بیم تنگ دستی فرزندان خود را مکشید. ما این که به آنها و شما روزی می‌بخشیم. آری، کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است. و به زنا نزدیک مشوید، چرا که آن همواره زشت و بد راهی است. و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید. و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم، پس او نباید در قتل زیاده روی کند، زیرا او از طرف شرع یاری شده است. و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان خود وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. و چون پیمانه می کنید پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و خوشفرجام تر است. و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد. و در روی زمین به نخوت گام بر مدار، چرا که هرگز زمین را نمی توانی شکافت و در بلندی به کوه ها نمی توانی رسید. همه این کارها
بدش نزد پروردگار تو ناپسندیده است. این سفارش ها از حکمتهایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است و با خدای یگانه معبودی دیگر قرار مده، وگرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افکنده خواهی شد. آیا پنداشتید که پروردگارتان شما را به داشتن پسران اختصاص داده و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است؟ حقاً که شما سخنی بس بزرگ میگویید. حقاً که شما سخنی بس بزرگ میگویید. و به راستی ما در این قرآن حقایق را گونگون بیان کردیم تا پند گیرید. ولی آنان را جز نفرت نمی افزاید. بگو اگر چنان که می گویند با او خدایانی دیگر بود، در آن صورت حتما در صدد جستن راهی به سوی خداوند صاحب عرش برمی آمدند. او پاک و منزه است و از آن چه می گویند بسی والاتر است. آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح می گویند و هیچ چیز نیست مگر این که در حال ستایش تسبیح او می گوید. ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید. براستی که او همواره بردبار و آمرزنده است. و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار می دهیم و بر دلهایشان پوشش ها می نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار می دهیم. و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند. هنگامی که به سوی تو گوش فرا می دارند ما بهتر می دانیم به چه منظور گوش می دهند. و نیز آنگاه که به نجوا می پردازند، وقتی که ستمگران گویند جز مردی افسون شده را پیروی نمی کنید. ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند. و گفتند آیا وقتی استخوان و خاک شدیم باز به آفرینشی جدید برانگیخته می شویم؟ بگو سنگ باشید یا آهن یا آفریده ای از آن چه در خاطر شما بزرگ می نماید باز هم برانگیخته خواهید شد. پس خواهند گفت چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان کس که نخستین بار شما را پدید آورد. باز سرهای خود را به طرف تو تکان می دهند و می گویند آن کی خواهد بود؟ بگو شاید که نزدیک باشد. روزی که شما را فرا می خواند، پس در حالی که او را ستایش می کنید، اجابتش می نمایید و می پندارید که جز اندکی در دنیا نمانده اید. و به بندگانم بگو آنچرا که بهتر است بگویند، که شیطان میانشان را به هم می زند، زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی آشکار است. پروردگار شما به حال شما داناتر است. اگر بخواهد بر شما رحمت می آورد یا اگر بخواهد شما را عذاب می کند و تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم. و پروردگار تو به هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است داناتر است. و در حقیقت بعضی از انبیا را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داوود زبور دادیم. بگو کسانی را که به جای او معبود خود پنداشتید بخوانید. آنها نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه آن که بلایی را از شما بگردانند. آن کسانی را که ایشان می‌خوانند خود به سوی پروردگارشان تقرب می جوگند تا بدانند
کدام یک از آنها به او نزدیک ترند و به رحمت وی امیدوارند و از عذابش می ترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز است. و هیچ شهری نیست مگر این که ما آن را در صورت نافرمانی پیش از روز رستاخیز به هلاک می رسانیم یا آن را سخت عذاب می کنیم. این عقوبت در کتاب الهی به قلم رفته است و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز این که پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به ثمود ماده شتر دادیم که پدیده ای روشنگر بود، ولی به آن ستم کردند و ما معجزه ها را جز برای بیم دادن مردم نمی فرستیم. و یاد کن هنگامی را که به تو گفتیم براستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد، و آن رؤیایی را که به تو نمایاندیم و نیز آن درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم، و ما آنان را بیم می دهیم، ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمی افزاید. و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه جز ابلیس سجده کردند، گفت آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم؟ سپس گفت به من بگو این کسی را که بر من برتری دادی برای چه بود؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی قطعا فرزندانش را جز اندکی از آنها ریشه‌کن خواهم کرد. فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند مسلماً جهنم سزایتان خواهد بود که کیفری تمام است. و از ایشان هر که را توانستی با آوای خود تحریک کن و با سواران و پیادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده، و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی دهد. در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست و حمایتگری چون پروردگارت بس است. پروردگار شما کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در می آورد تا از فضل او برای خود بجویید، چرا که او همواره به شما مهربان است. و چون در دریا به شما صدمه‌ای برسد، هر که را جز او می‌خوانید ناپدید و فراموش می‌گردد. و چون خدا شما را به سوی خشکی رهانید، روی گردان می‌شوید. و انسان همواره ناسپاس است. مگر ایمن شدید از این که شما را در کنار خشکی در زمین فرو برد یا بر شما طوفانی از سنگ ریزه ها بفرستد، سپس برای خود نگاهبانی نیابید؟ یا مگر ایمن شدید از این که بار دیگر شما را در آن دریا بازگرداند و تندبادی شکننده بر شما بفرستد و به سزای آن که کفر ورزیدید غرقتان کند، آنگاه برای خود در برابر ما کسی را نیابید که آن را دنبال کنید؟ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبها برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم. یاد کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم، پس هر کس کارنامه اش را به دست راستش دهند آنان کارنامه خود را می‌خوانند و به قدر نخک هسته ی خرمایی به آنها ستم نمی‌شود. و هر که در این دنیا کوردل باشد در آخرت هم کوردل و گمراه‌تر خواهد بود. و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند تا
تا غیر از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند. و اگر تو را استوار نمی داشتیم، قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی. در آن صورت حتما تو را دو برابر در زندگی و دو برابر پس از مرگ عذاب می چشانیدیم. آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی. و چیزی نمانده بود که تو را از این سرزمین برکنند تا تو را از آنجا بیرون سازند و در آن صورت آنان هم پس از تو جز زمان اندکی نمی ماندند. سنتی که همواره در میان امتهای فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته ایم جاری بوده است و برای سنت و قانون ما تغییری نخواهی یافت. نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپا دار و نیز نماز صبح را، زیرا نماز صبح همواره مقرون با حضور فرشتگان است. و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو به منزله نافله‌ای باشد. امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. و بگو پروردگارا مرا در هر کاری به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده. و بگو حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابود شدنی است و ما آنچرا برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم، ولی ستمگران را جز زیان نمی افزاید. و چون به انسان نعمت ارزانی داریم روی می گرداند و پهلو تهی می کند. و چون آسیبی به وی رسد نومید می گردد. بگو هر کس بر حسب ساختار روانی و بدنی خود عمل می کند و پروردگار شما به هر که راه یافته تر باشد داناتر است. و درباره روح از تو می پرسند، بگو روح از سنخ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. و اگر بخواهیم قطعا آنچه را به تو وحی کرده ایم می بریم، آنگاه برای حفظ آن در برابر ما برای خود مدافعی نمی‌یابی. مگر رحمتی از جانب پروردگارت به تو برسد، زیرا فضل او بر تو همواره بسیار است. بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشند. و به راستی در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی گوناگون آوردیم، ولی بیشتر مردم جز سر انکار ندارند. و گفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، یا باید برای تو باقی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی، یا چنان که ادعا می کنی آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی، یا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوری، یا برای تو خانه ای از طلا کاری باشد، یا به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو هم اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانی. بگو پاک است پروردگار من، آیا من جز بشری فرستاده هستم؟ و چیزی مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که هدایت برایشان آمد،
جز این که گفتند آیا خدا بشری را به سمت رسول مبعوث کرده است؟ بگو اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان راه می رفتند، البته بر آنان نیز فرشته ای را به عنوان پیامبر از آسمان نازل می کردیم. بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است، چرا که او همواره به حال بندگانش آگاه بیناست. و هر که را خدا هدایت کند او ره یافته است، و هر که را گمراه سازد در برابر او برای آنان هرگز دوستانی نیابی، و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روی چهرشان در افتاده برخواهی منگیخت. جایگاهشان دوزخ است، هر بار که آتش آن فرو نشیند شراره ای تازه برایشان می افزاییم. جزای آنها این است، چرا که آیات ما را انکار کردند و گفتند آیا وقتی ما استخوان و خاک شدیم باز در آفرینشی جدید برانگیخته خواهیم شد؟ آیا ندانستند که خدایی که آسمانها و زمین را آفریده تواناست که مانند آنان را بیافریند، و همان خداست که بر ایشان زمانی مقرر فرموده که در آن هیچ شکی نیست؟ ولی ستمگران جز انکار چیزی را نپذیرفتند. بگو اگر شما مالک گنجینه‌های رحمت پروردگارم بودید باز هم از بیم خرج کردن قطعا امساک می‌ورزیدید، و انسان همواره بخیل است. و در حقیقت ما به موسی 9 نشانه آشکار دادیم، پس از فرزندان اسرائیل بپرس. آنگاه که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت ای موسی، من جدن تو را افسون شده میپندارم. گفت قطعا میدانی که این نشانه ها را که باعث بینش هاست جز پروردگار آسمان ها و زمین نازل نکرده است، و راستی ای فرعون تو را تباه شده میپندارم. پس فرعون تصمیم گرفت که آنان را از سرزمین مصر برکند. پس او و هر که را با وی بود همه را غرق کردیم. و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید، پس چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور می کنیم. و آن قرآن را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد، و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم، و قرآنی با عظمت را بخش بخش بر تو نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی، و آن را به تدریج نازل کردیم. بگو چه به آن ایمان بیاورید یا نیاورید، بیگمان کسانی که پیش از نزول آن دانش یافتند، چون این کتاب بر آنان خوانده شود، سجده کنان به روی در می افتند و می گویند منزه است پروردگار ما، که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی، و بر روی زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید. بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید برای او نامهای نیکوتر است، و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن، و میان این و آن راهی میانه جوی.
و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خار بوده که نیاز به دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش خدایی را که این کتاب آسمانی را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کجی در آن ننهاد. کتابی راست و درست تا گناهکاران را از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست. در حالی که جاودانه در آن بهشت ماندگار خواهند بود. و تا کسانی را که گفتند خداوند فرزندی گرفته است هشدار دهد. نه آنان و نه پدرانشان به این ادعا دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی آید. آنان جز دروغ نمی گویند. شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه در پیگیری کارشان تباه کنی. در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند. و ما آنچه را که بر آن است قطعا بیابانی بیگیاه خواهیم کرد. مگر پنداشتی اصحاب کهف و رقیم از آیات ما شگفت بوده است؟ آنگاه که جوانان به سوی غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از جانب خود به ما رحمتی بخش و کار ما را برای ما به سامان رسان. پس در آن غار سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم. آنگاه آنان را بیدار کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو دسته مدت درنگشان را بهتر حساب کردند. ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم. آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم و دلهایشان را استوار گردانیدیم. آنگاه که به قصد مخالفت با شرک برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند، که در این صورت قطعا ناسواب گفتیم. این قوم ما جز او معبودانی اختیار کردند، چرا بر حقانیت آنها برهانی آشکار نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد؟ و چون از آنها و از آنچه که جز خدا می پرستند کنار گرفتید، پس به غار پناه جویید تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد. و آفتاب را می‌بینی که چون برمی‌آید از غارشان به سمت راست مایل است و چون فرو می‌شود از سمت چپ دامن برمی‌چیند، در حالی که آنان در جایی فراخ از آن غار قرار گرفتند. این از نشانه‌های قدرت خداست. خدا هر که را راهنمایی کند او راه یافته است و هر که را بیراه گذارد هرگز برای او یاری راهبر نخواهی یافت. و میپنداری که ایشان بیدارند
در حالی که خفتند و آنها را به پهلوی راست و چپ می گردانی و سگشان بر آستانه غار دو دست خود را دراز کرده بود. اگر بر حال آنان اطلاع می یافتی، گریزان روی از آنها بر می تافتی و از مشاهده آنها آکنده از بیم می شدی. و این چنین بیدارشان کردیم تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. گوینده ای از آنان گفت: چقدر مانده اید؟ گفتند: روزی یا پاره ای از روز را مانده ایم. سرانجام گفتند: پروردگارتان به آنچه مانده اید داناتر است. اینک یکی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از غذاهای آن پاکیزه تر است و از آن غذایی برایتان بیاورد. و باید زیرکی به خرج دهد و هیچ کس را از حال شما آگاه نگرداند. چرا که اگر آنان بر شما دست یابند، سنگسارتان می کنند یا شما را به کیش خود باز می گردانند و در آن صورت هرگز روی رستگاری نخواهید دید. و بدین گونه مردم آن دیار را بر حالشان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا راست است و در فرارسیدن قیامت هیچ شکی نیست. هنگامی که میان خود در کارشان با یکدیگر نزاع می کردند، پس عده‌ای گفتند: بر روی آنها ساختمانی بنا کنید، پروردگارشان به حال آنان داناتر است. سرانجام کسانی که بر کارشان غلبه یافتند گفتند: حتما بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد. به زودی خواهند گفت: سه تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود. و میگویند: پنج تن بودند و ششمین آنها سگشان بود. تیر در تاریکی میاندازند و عده‌ای میگویند: هفت تن بودند و هشتمین آنها سگشان بود. بگو: پروردگارم به شماره آنها آگاه تر است. جز اندکی کسی شماره آنها را نمیداند. پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا مشو. و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد، مگر آن که خدا بخواهد. و چون فراموش کردی، پروردگارت را یاد کن و بگو: امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به ثواب است هدایت کند. و 300 سال در غارشان درنگ کردند و 9 سال نیز بران افزودند. بگو: خدا به آن چه درنگ کردند داناتر است. نهان آسمان ها و زمین به او اختصاص دارد. وه چه بینا و شنواست. برای آنان یاوری جز او نیست و هیچ کس را در فرمان روایی خود شریک نمی گیرد. و آنچرا که از کتاب پروردگارت به تو و شده است بخوان. کلمات او را تغییر دهنده ای نیست و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت. و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند و خوشنودی او را می خواهند شکیبایی پیش کن و دو دیدت را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده و اساس کارش بر زیاد روی است اطاعت مکن. و بگو: حق از پروردگارتان رسیده است، پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند
که ما برای ستمگران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در بر می گیرد و اگر فریاد رسی جوگند به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یارین شوند. و چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند بدانند که ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است تباه نمی کنیم. آنانند که بهشت‌های عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر قصرهاشان جویبارها روان است. در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند و جامه‌هایی سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر می پوشند. در آنجا بر سریرها تکیه می زنند. چه خوش پاداش و نیکو تکیگاهی. و برای آنان آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو باغ را با درختان خرما پوشاندیم و میان آن دو را کشتزاری قرار دادیم. هر یک از این دو باغ محصول خود را به موقع می داد و صاحبش چیزی دریغ نمی ورزید و میان آن دو باغ نهری روان کرده بودیم. و برای او میوه فراوان بود. پس به رفیقش در حالی که با او گفتگو می کرد گفت: مال من از تو بیشتر است و از هیچ افراد از تو نیرومندترم. و در حالی که او به خیشتن ستمکار بود داخل باغ شد و گفت: گمان نمی کنم این نعمت هرگز زوال پذیرد و گمان نمی کنم که رستاخیز برپا شود و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شدم قطعا بهتر از این را در بازگشت خواهم یافت. رفیقش در حالی که با او گفتگو می کرد به او گفت: آیا به آن کسی که تو را از خاک سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را به صورت مردی درآورد کافر شدی؟ اما من میگویم اوست خدا پروردگار من و هیچ کس را با پروردگارم شریک نمیسازم. و چون داخل باغت شدی چرا نگفتی ما شاء الله؟ نیرویی جز به قدرت خدا نیست. اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود میبینی امید است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرماید و بر آن باغ تو آفتی از آسمان بفرستد تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد یا آب آن در زمین فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آوری. تا به او رسید آن چه باید برسد و آفت آسمانی میوه‌هایش را فرو گرفت. پس برای از کف دادن آن چه در آن باغ هزینه کرده بود، دستهایش را برهم می زد در حالی که داربست‌های آن فرو ریخته بود و به حسرت می گفت: ای کاش هیچ کس را شریک پروردگارم نمی ساختم. و او را در برابر خدا گروهی نبود تا یاریش کنند و توانی نداشت که خود را یاری کند. در آنجا آشکار شد که یاری به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترین پاداش و اوست بهترین فرجام. و برای آنان زندگی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم. سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و چنان خشک گردید که بادها پراکندهش کردند و خداست که همواره
بر هر چیزی تواناست. مال و پسران زیور زندگی دنیایند و نیکی‌های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید نیز بهتر است. و یاد کن روزی را که کوه‌ها را به حرکت در می‌آوریم و زمین را آشکار و صاف می‌بینی و آنان را گرد می‌آوریم و هیچ شک را فروگذار نمی کنیم و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند و به آنها می فرماید به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم باز به سوی ما آمدید، بلکه پنداشتید هرگز برای شما موعدی مقرر قرار نخواهیم داد و کارنامه عمل شما در میان نهاده می شود. آنگاه بزهکاران را از آن چه در آن است بیناک می بینی و می گویند ای وای بر ما، این چه نامه ایست که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز این که همه را به حساب آورده است و آن چرا انجام داده اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه جز ابلیس سجده کردند که از گروه جن بود و از فرمان پروردگارش سر پیچید. آیا با این حال او و نسلش را به جای من دوستان خود می گیرید و حالان که آنها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینانی برای ستمگرانند. من آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و نه در آفرینش خودشان، و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم. و یاد کن روزی را که خدا می گوید آنهایی را که شریک من پنداشتید ندا دهید، پس آنها را بخوانند ولی اجابتشان نکنند و ما میان آنان ورطه‌ای قرار دهیم. و گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و در می‌یابند که در آن خواهند افتاد و از آن راه گریزی نیابند. و به راستی در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آوردیم، ولی انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. و چیزی مانع مردم نشد از این که وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز این که مستحق شوند تا سنت خدا در مورد عذاب پیشینیان درباره آنان نیز به کار رود یا عذاب رویارویشان بیاید. و پیامبران خود را جز بشارت دهنده و بیم رسان گسیل نمی داریم و کسانی که کافر شده اند به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را پایمال گردانند و نشانه های من و آن چرا بدان بیم داده شده اند به ریشخند گرفتند. و کیست ستمکارتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شده و از آن روی برتافته و دستاورد پیشینه خود را فراموش کرده است؟ ما بر دلهای آنان پوشش‌هایی قرار دادیم تا آن را در نیابند و در گوش‌هایشان سنگینی نهادیم. و اگر آنها را به سوی هدایت فراخوانیم باز هرگز به راه نخواهند آمد. و پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر به جرم آنچه مرتکب شده اند آنها را مؤاخذه می کرد قطعا در عذاب آنان تعجیل می نمود، ولی چنین نمی کند، بلکه برای آنها سررسیدی است که هرگز از برابر آن راه گریزی نمی یابند.
و مردم آن شهرها چون بیدادگری کردند هلاکشان کردیم و برای هلاکتشان موعدی مقرر داشتیم. و یاد کن هنگامی را که موسی به جوان همراه خود گفت دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم، هرچند سالهای سال سیر کنم. پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند، ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در دریا راه خود را در پیش گرفت و رفت. و هنگامی که از آنجا گذشتند، موسی به جوان خود گفت غذای من را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم. گفت دیدی؟ وقتی به سوی آن صخره پناه جستیم، من ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت. گفت این همان بود که ما می جستیم. پس جستجو کنان رد پای خود را گرفتند و برگشتند. تا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم. موسی به او گفت آیا تو را به شرط این که از بینشی که آموخته شده ای به من یاد دهی پیروی کنم؟ گفت تو هرگز نمی توانی هم پای من صبر کنی. و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟ گفت ان شاء الله مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد. گفت اگر مرا پیروی می کنی پس از چیزی سؤال مکن تا خود از آن با تو سخن آغاز کنم. پس ره سپار گردیدند تا وقتی که سوار کشتی شدند، وی آن را سوراخ کرد. موسی گفت، آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدی. گفت، آیا نگفتم که تو هرگز نمیتوانی هم پای من صبر کنی؟ موسی گفت، به سبب آن چه فراموش کردم مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر. پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند. بنده ما او را کشت. موسی به او گفت آیا شخص بیگناهی را بدون اینکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتی؟ واقعا کار ناپسندی مرتکب شدید.